مرحوم علامه امینی یکی از ستارگان درخشان علم و فضیلت در آسمان تشیع و ایشون با حرکتی که انجام داد، اقدامی که ایشون همتشون رو در انجام اون صرف کردن، نام خودشون رو در کنار نام مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام جاودانی کردن. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه نگارنده کتاب گرانسنگ القدیر فی الکتاب و سنت و الادب، نام کامل کتاب اینه، القدیر فی الکتاب و سنه و الادب، که در سال 1320 مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در تبریز، 1320 قمری در تبریز دیده به جهان گشودن و در خانواده علم و دانش و فضیلت پرورش پیدا کرد. تحصیلات مقدماتی خودشون رو از پدر بزرگوارشون مرحوم شیخ احمد امینی رضوان الله تعالی علیه آغاز کرد و سطوح فقه و اصول رو در مدرسه طالبیه تبریز گذروند و از علمای اون سرزمین حد اکثر استفاده رو کرد و بعد از اینکه سطوح رو تکمیل کردن، ایشون به نجف اشرف منتقل شدن برای تکمیل دروس خودشون و کمالات روحی و معنوی و علمی خودشون راهی عتبات شدن و درس خارج رو نزد اساتید فقه و اصول آموختن و همچنین حدیث، علمای علم حدیث در کلاس هاشون شرکت کردن، بزرگان مهمی رو ایشون درک کردن و بعد از اقامت طولانی که در نجف داشتن دوباره به وطن خودشون تبریز بازگشتن. دو سال در تبریز بودند و اونجا مشغول کارهای علمی و تحقیقی خودشون شدن، کارشون رو ادامه دادن و تفسیر سوره مبارکه حمد رو در تبریز به پایان رسوندن و در این دوره کوتاه دو ساله بود که در تبریز بودن ازدواج کردن و مجدداً به نجف اشرف بازگشتن. بعد از بازگشت به نجف بار دیگر در دروس عالی حوزه حضور پیدا کردن و اونقدر به درس خودشون ادامه دادن تا از سوی مراجع و بزرگان نجف ایشون اجازه اجتهاد گرفتن که یکی از اونها مرحوم آیت الله العظما حاج سید ابوالحسن اصفهانی که از مراجع فوق العاده بزرگ تشیع و یکی از اون دیگه از اونها آیت الله حاج شیخ محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی و یکی دیگه از اونها مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین آل کاشف القطا که اینا از جمله بزرگانی هستند که به ایشون اجازه اجتهاد دادن و عده‌ای از بزرگان نجف هم به ایشون اجازه روایت دادن و بدین ترتیب در سلسله روات حدیث هم داخل شدن. نور محبت و ولایت مولا الموالی امیر المؤمنین علیه السلام تمام وجود مرحوم علامه را گرفته بود و بر اثر این عشق مفرط به اون حضرت بود که تمام همت خودش رو معطوف کرد به دفاع از حقوق پایمال شده امیرالمؤمنین علیه السلام و یک گام بی سابقه ایشون برداشت و از عنایات خاصه صاحب ولایت و همچنین فرزند عزیزشون حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام مدد گرفت.